نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم. از آنجایی که ما در ماه ذی‌قعده قرار داریم و آستانه ماه حج هست و ماه حج نزدیک رسیده، البته این همه ماهای حج از شوال و ذی‌قعده و ذی‌الحجه، همه ماهای حج 10 روز ذی‌الحجه، در این ایام بندگان خدا از اکناف و اطراف عالم و دنیا راهی خانه خدا هستند. ایامی است که در همه دلها، دلهای اهل ایمان و دلهای مؤمنین فکر و خیال حج هست و آرزو می کنند و تمنا می کنند و چه بسا دعای خیر می کنند که حج نصیب بشه و مشرب به حج بشوند. و زائران استان ما هم در هفته آینده ظاهراً مشرف می شوند به حج، و لذا مناسب هست که جملات شکسته را در رابطه با حج امروز خدمت شما عرض بکنم. و لذا حج، عزیزان من، از ارکان مهم دین اسلام هست و از پایه‌ها و ستون‌هایی که دین بر آن استوار هست یکی حج هست، و حج بسیار مهم و حج بزرگ. الله رب العزت عشق در دل همه مسلمانان گردانیده است، عشق حرمین شریفین، جایی که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم زندگی کردن و جایی که وحی آمده، قرآن نازل شده است، و جایی که سرآغاز دین اسلام و ظهور و ابتدای دین اسلام از آنجا شده است، همه مؤمنین به آن دیار عشق می‌ورزند. جایی که آن حضرت زنده آنجا زندگی کردن، وقت زندگی داشتن و به قید حیات بودن و وقتی از دنیا رفتن، آنجا از دنیا رفتن و در آن سرزمین آن حضرت آرام می کنن. جایی که بزرگان ما اولیاء الله آنجا قدم گذاشتن و زندگیشون آنجا بوده، حضرت اسماعیل، حضرت هاجره و حضرت ابراهیم علیهم الصلاة والتسلیم و انبیاء علیهم الصلاة والسلام، مقر انبیاء علیهم الصلاة والسلام و زندگی انبیاء علیهم الصلاة والسلام آنجا بوده است. همه مؤمنین وابستان دلشون به آنجا و دلشون آویزان و معلق به زیارت اون سرزمین نورانی، سرزمین وحی و سرزمینی که
سرزمین بزرگان و اولیاء الله و فی شوایان ما هست. آنجا یک خانه کعبه قرار دارند و مرکز عشق است و مرکز ایمان است و مرکز توحید و بنیانگذار خانه کعبه ابراهیم علیه السلام آنجا خانه کعبه را بدا کردند به دستور الله تعالی. لہذا دل همه مؤمنان آرزو داره و اگر بخواب ببینند خانه کعبه را یا مسجد النبی را اون سرزمین را بسیار خرسندند و خوشحال میشن و میبالند که ما چنان جای مقدسی را و بزرگی را در خواب دیدیم. ولذا سروران گرامی این سرزمین سرزمین عشق است و سرزمین ایمان هست و سرزمین قرآن هست و سرزمین محمد رسول الله است. من از خواهی می کنم کمی عذری دارم که ایام برگزاری این رکن اعظم و رکن بزرگ و پایه عظیم دین اسلام هست که حج بیت الله الحرام باشه. لہذا زائران خانه خدا و حجاج گرامی باید متوجه بشن که به چه سرزمینی می روان. آنجا رک اعظمان کجاست و جایگاهش چیه و او سرزمین چه سرزمینی است که آنجا حتی زدن شکار و کندن درخت و کشتن حشرات و هیچ زنده جایز نیست. آنجا همه چیز در امانن، حتی گیاهان و درختان در امانن. کسی نمیتونه به درختی تعرض کنه، به گیاه تعرض کنه، به شکاری که حلال زدنش آنجا حرام در سرزمین، سرزمین حرم مکه و حرم مدینه. من حضرت برای مدینه حرم قرار دادم و مملو کردن شکارهای مدینه منوره را و کندن درختان مدینه را هم مملو قرار دادم. ولذا این حج، حج یکی از فرائض بزرگی که در قرآن مطرح شده است. ولله علی الناس حج البیت، برای الله فرض و لازم هست که مردم حج بکنند و قصد حج و تشرف خانه کعبه را داشته باشند و به حج برند. و حج الله جایگاه بزرگ قرار داده و مهم قرار داده است. آنجا جایی که قبولیت دعاست، آنجا جایی که یک نماز به صد هزار نمازه و یا در مدینه منوره یک نماز به 50,000 نمازه. آنجا جای قبولیت توبه و شست و شوی گناهان هست. انسان وقتی می رود به صحرای عرفات با لباس احرام و لباس خاص به تن می کنند و به آنجا می رود، این لباس فرم، لباس فرم عاشقانه و لباس فرم فرمانبردارانه و احرام لباس سروران گرامی کسانی است که از دنیا فنا می شوند و این یک فنان که انسان بمیره و بره به دار آخرت و اینجا تشابه با اونهاست که خود را مشابه با کسانی می کنه که گویا دنیا را ترک دادند و دنیا را فراموش کردند برای ایام و روزگاره و به بارگاه الله تعالی می حاضر می شوند و حاضری می دارند، همه در یک لباس و همه با پوشیدن دمپایی، نه کفشای گران قیمت بلکه با دمپایی معمولی بتن می کنند و لباس معمولی بتن می کنند و پاه برانان در واقع و سر برهنا به بارگاه الله تعالی حاضر می شود. و سروران گرامی گویا همون به اینجا یک مسئله معروفی هست و فرهنگ معروفی در این منطقه که مجرم
و کسی که جنایت نسبت به کسی کرده باشد و نسبت به کسی ظلم کرده باشد به صورت زام و کفن، به اصطلاح شمشیر و کفن، کفن به تن میکنه و شمشیر با خود همراه داره، به دست مظلوم میده که گردن ظالم بزنه یا ببخشه بود. و این نهایت عاجزیه. اگر کسی پدر کسی را کشته باشد، برادر کسی را کشته باشد و کفن پوش بکنه خود را و بره به بارگاه مظلوم و بگه یا من بکش یا من ببخش، اگر هر جنایتی کرده باشه در فرهنگ به حال باید این بخشیده بشه. کسانی که 70-80 خون در منطقه مرتکب شدن، وقت زام و کفن کردند و خود را به قوم دیگر خود را تسلیم کردند قاتل، اون همون خون 70 نفر هم بخشیدند به اونها. و در اصطلاحات امروزی هم همینه که تظاهر کنندگان وقتی از دولت‌های دنیا و حکومت‌های دنیا کفن بتن می‌کنند و توی خیابان می‌آیند، لذا دولت‌ها و حکومت خواستای اونها را قبول می‌کنند، یعنی اینا برای مرگ بیرون آمدند، کفن بتنشون کردن زنده و میگه آی ما را بکشید یا خواستای ما را قبول کنید. ولهذا همه حاجی ها کفن پوش میشن. این گویا سنت، همین سنت، سنت اجتماعی و سنت فامیلی بر میگردن به همون کفنی که در احرام و احرامی که حاجی ها در حج عمره بتن میکنن و به خانه کعبه میروند و متوسل میشن به دربار پروردگار. و حاجی ها میگن که پروردگارا کفن بتن کردیم و به بارگاه تو آمدیم و تسلیم تو. و لحاظا فرمودن روز عرفات چنان رحمت متوجه عرفات میشود و چنان توجه الله تعالی به سوی اهل عرفات متوجه میشه که هیچ جای در هیچ محل اینقدر الله قریب نمیآیند و رحمت پروردگار قریب نمی آید که در ساره عرفات می آید. و الله توجه خاص می کنم به اهل عرفات و اهل عرفات الله رب العزت مورد مغفرت قرار می دهد. عرفات جایی است که 4-5 میلیون نفر از داخل و از خارج به این سرزمین می آیند و آنجا به تضرع و زاری و به نیایش می آیند و همتن متوجه فروردگار می شود. دستا بلنده و بدن در حرکت و موهای بدن برخواستن از بدن و اشک سرازیره و ندامت هست و پشیمانی و استغفار و توبه در صحرا عرفات بی نظیره. و لهذا آنجاست که رحمت الهی متوجه میشه و حج سروران گرامی یه عبادت واقعا ویژگیه و ویژگی خودش را داره، خصوصیت خودش را داره. ویژگی حج و خصوصیت حج در عبادت های دیگر کم تران والله در حج ویژگی خاص گذاشته. صحرای عرفات صحرایی است که عزیزان من انبیا گریه کردن آنجا، آنجا اشک انبیا ریخته در این صحرا، آنجا محمد رسول الله گریه کردن، آنجا ابراهیم خلیل الله احرام بتن کردن، آنجا اسماعیل احرام بتن کرده و آمده، آنجا انبیاء احرام بتن کردند و آمده. و آنجا اگر توبه آنجا قبول میشه و اگر حاجیات توبه کنند از ته قلب و واقعا پشیمان بشند و نادم بشند، عرفات بر میگردند و یه تازه از مادر متولد شد، تولد نوی حاصل میشه
زندگی نو جلو حاجی قرار میگیره، وقتی که در سهره عرفات توبه بکنه. از حقوق مردم هم باید توبه کرده، ضایع کردن حقوق ناس. حقوق انسان سنگین عزیزان من، و از حقوق الناس باید توبه کرد، از ضایع کردن حقوق الله. کسانی که حق خدا را ضایع کردن هم باید توبه کنند انجام. و چه کسی از که حق خدا را ضایع نکرده و حقوق الناس را ضایع نکرده است. ولهذا حج مبرور اگر نصیب کسی بشود، جاش بسیار مغامش بالاست. فرمودن الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. حج مبرور، حج مقبول، او حج که در او خلاف احرام انسان انجام ندهد، به اصطلاح بر احرامش جنایت نکنه، بر احرامش جرم انجام نده، گناه نکنه، غیبت نکنه، دروغ نگه، و بر خلاف آنچه که احرام است و محرمات احرام است و احرام اونا را حرام قرار داده، مرتکب نشه. و حرفهای پوچ و حرفهای بد و بیراه و فحش و ناسزا به زبانش جاری نکنه، بیادبی نکنه در اون سرزمین. لحاظا این حج میشه مبرور و مقبول، و جزای غیر از بهشت دیگه جزای نداره، جزاش تنها بهشته. و چه نعمت عظیمی است، و چه نعمت بزرگی است که کسی بره به اون سرزمین و گناهش مورد عفو قرار بگیره و پاک به سرزمین، از سرزمین حج و از سرزمین مکه به خانه برگرده، در حالی که گناهش مورد عفو قرار گرفته باشه. حج مقبول نصیبش باشه. به نظر این حقیر و اندازه این حقیران است که اگر همه نعمتهای دنیا مال شما باشند و شما تمام این نعمتهای دنیا را خرج کنید و بدید و یک حج مقبول برید آنجا و حج مقبول نصیب شما بشه، حجی که جزاش بهشت میارزه، ارزش داره. و اگر شما برید به زیارت حرمین شریفین و در مدینه منوره نماز مقبول و زیارت مقبول داشته باشید که رحمت للعالمین زیارت کنید و سلام عرض کنید و مسجد النبی نماز بخوانید و با ادب آنجا باشید و برگردید، دنیای میارزی عزیزان ما. الله نصیب همه من شما و همه حاجیان عزیز ما که عازم حجن، الله تعالی حج مبرور و حج مقبول الله تعالی نصیبشون بگردانه. و حجاج گرامی توجه داشته باشن که به چه جایگاهی میرند، کجا میرند و برای چه اعمال میرند، برای این مراسم شرکت کنند، برای وقتشون به هدر ندن، وقتشون ضایع نکنند. وقت ما در همه جا قیمتی است، وقت نباید در شهرمون ضایع بشه. ما اینجا عمرمون را نباید برباد بکنیم، بلکه ما اینجا هم الله تعالی را بندگی بکنیم و فکر آخرت داشته باشیم، مخصوصا کسانی که مشرف میشن به زیارت خانه کعبه و سرزمین حرمین میروان، فرصتشون کوتاست و این فرصت بسیار ارزشمنده. از این فرصت بهره بگیره، یک سو باشن عزیزان من. تا زمانی که انسان یک سو نباشه نمیتونه بهره برداری صحیح بکنه. به خانه کعبه یک سو بشن، به حج یک سو بشن، به این رکن بزرگ اسلامی یک سو بشن، دیگه شما برای یک ما دنیای تو نفراموش کنید. منافع دنیوی را، کسب و کار و این آب در پیشن و جلوان و آینده شما به اینها میپردازید.
یک ماه و کم و بیش که سفر حج، همه تن متوجه الله، همه تن متوجه خانه کعبه و حج، و با تمام وجود رجوع به الله بکنید و توبه بکنید و از الله معذرت خواهی بکنید. انشاءالله سفر حجاج گرامی ما، همه حجاج استان که ابتدا آینده آزمان، حجاج همه حجاج ایرانی و همه حجاجی که در سطح دنیا می آیند به خانه کعبه، حج حج مقبول باشه. و دعاها را برای خودتون، برای همه هموطنان، برای زنده ها و گذشتگان و مرده ها، برای همه عالم اسلام بکنید که امروز در شرایط حاضر عالم اسلام دوچار مشکلات هست و با چالش امت مسلمه روبرو هست، و اللہ تعالی این چالش را برداری از سر را و اتحاد و انسجام میارد. منتظر مهمان بسیار گرامی من بودیم، جناب دکتر حسام الدین آشنا، ایشان مشاور امور فرهنگی رئیس محترم جمهور هستند و عضو شورای نظارت بر عمل کرده صدا و سیما، و از انسانهای فرهیخته کشور ما و انسان هوشمند و دوراندیشی هستند. خوش آمد عرض می کنیم خدمت مهمان گرامی و عزیز و خدمت همه مهمان همراهانشون که با ایشون همراهان در این سفر همراهی می کنم، و هم خدمت معاونین محترم استانداری و هم ریاست دفترشون و دیگر همکاران گرامی که ایشان همراهی کردن تا این مصلی و محل برگزاری. من فرصتا به خدمت ایشان می گذارم و فقط تبریک عرض می کنم هفته دولت را، و گرامی می دارم هفته دولت را و تبریک عرض می کنم هم خدمت ایشان و همراهانشان و همه مسئولین امر، دولت مردان و جمیع کسانی که دارن فعالیت می کنن و زحمت می کشن و خدمت میکنن، خدمت گزاران این ملت، همه برایشون این هفته دولت مبارک با. و غالبا از دستاوردهای بزرگ دولت و رئیس محترم جمهور همه توافق نامه هسته‌ای را میبینم، و این یک توافق نامه و یک موفقیت بسیار جهانیه و منطقه‌ای نیست، بلکه برای همه جهان این توافق نامه تأثیر گذار بود، و این موفقیت ملت ایران و دولت ایران، دولت ایران اسلامی به طور کلی، نظام جمهوری اسلامی، این یک موفقیت بسیار بزرگ در عرصه های بین المللی و حتی در عرصه داخلی و سطح داخلی مایه خوشنودی ملت است، مخصوصا که این دستاورد با جنگ حاصل نشده و با ضایعات و تلفات حاصل نشده، بلکه با گفتمان و مذاکره که نتیجه هوشمندی هست و عقل جنگ رد میکنه و جنگ عقل مردود میدانه مگر در شرایط خاص، بلکه گفتمان و بلکه مذاکره و نشست، این بهترین چیزی که تلفات نداره، ضایعات نداره، کشته نداره و انسان میتونه مشکلی را حل بکنه و سر را برداره. این دستاورد بزرگیست و از دستاوردهای دیگر دولت که خود مهمان گرامی میشمارم بزرگ. به نظر من این حق دولت هست که ما بگیم و اعلام بکنیم که از وقتی که دولت تدبیر و امید روی کار آمده است، آرامش در ایران آمده و سکون در ایران آمده و امیدها در ایران بیشتر زنده شده و بین اقوام و مذاهب
بیشتر گرایش پیدا شده و همدلی هم با اخوت بیشتر پیدا شده است. این از روی تدبیر و من فرصت ندارم که چیزهای را بشمارم چون وقت محدوده و انتظار ملت از دولت آن است که همانطور که ریاست محترم جمهور وعده حل مسئله استعی را داد و موفق شد با تلاش، وعده دادند ایشان که قانون اساسی را اجرا بکنم و اجرای قانون اساسی و تامین آزادی های مشروع اجتماعی و سیاسی و تامین آزادی های مذهبی دینی و برای همه ایرانیان که ایران از آن همه ایرانیان هست و مال یک کشور خاص نیست، مال یک جناح و گروه خاص نیست، ایران مال همه است. لحاظه این خیلی حیاتی و مهمه و رعایت مسائلی که در رابطه با اقوام و مذاهب دادن، مشارکت اقوام و مذاهب در عرصه های سازندگی و اداری کشور و در مراکز تصمیم گیری کشور میتواند به امنیت ملی و به وحدت ملی پایدار می انجامد و این خیلی مهمه و این دستاورد عظیم برای نظام جمهوری اسلامی است. به نظر بنده آنه که من این حرف باید بگم که عمل کرده دولت هر اندازه نگاه ملی باشند و الحمدلله نگاه دولت نگاه ملیه، نگاه های مسئولین امر و دولت مردان و مسئولین نظام هر اندازه ملی باشه، باز کشورگرایی و باز جناح و حزب دور باشه و ملی فکر بکنند و مذهبی فکر نشه و فرقی فکر نشود، در تحکیم امنیت و ملی و وحدت ملی بسیار تاثیر گذار خواهد. ایران برای همیشه بیمه خواهد کرد اگر در دنیا هم ناامنی ببارد، ایران اسلامی و مرزهای ایران اسلامی را این میتونه عمل بکنه. من اعتقادم است که سلاح و برنامه های ساز و برگ نظامی نیست که امنیت میاره و نظام ما را حفظ میکنه. چرا ما این قدرت ها و دولت ها را دیدیم که چه اندازه مسلح بودن و چه اندازه نظامی تربیت کردن، اما وقتی که به ملتشون رسیدگی نکردن، نگاه ملی نداشتن، حرف ملت آی خودشون را گوش نکردن، چه اندازه با مشکلات مواجه شدن و نابود شدن. لحاظه نگاه مردمی و با مردمی بودن و تکیه بر مردم و نگاه ملی و فراگیر میتونه که ملت ایران در کنار هم قرار بده. و درخواست آخر هم آنه که از درخواست مردم هست این که موضوع نمازخانه که تخریب شد در تهران و من مطمئنم و یقین میدانم که امر ریاست محترم جمهور و دولت مردان نگرانان، مسئولین نظام ناراضان، رهبر معظم انقلاب هم راضی نیست و ناراض میدونیم و افرادی که انجام دادن دوراندیش نبودن. لحاظه اخوات و برادری که بین مسلمانان ایران هست، حق همسایگی و همجوار و اخوت وطنی، اخوت اسلامی و دوراندیشی را در نظر نگرفتند برادران، الله تعالی هدایتشون بکنه. و ما درخواست من از ریاست محترم جمهور آن است که مشاور محترم فرهنگیش و خدمتشون برسونه. این درخواست همینی که انشاءالله این نمازخانه برگرده به حالت اول و ما اطمینان میدیم، خدا را هم شاهد میگیریم، اطلاعاتی که ما داریم آنجا بغیر از نماز و عبادت چیزی نبوده و انشاءالله با توجهات و برنامه ریزی و تدبیری که می فرمایم انشاءالله این نماز خانه را به حالت اول برگرده و با آرامش آنجا مردم بندگی کنند، الله عبادت بکنند، وحدت و برادری و سیاست های نظام جمهوری اسلامی را هر کسی هر جا هست مراعات بکنه. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.